محارب بعد از دستگیری توبهش پذیرفته نمی شود. کیفر، کشتن به شدیدترین وجه، حلق‌آویز کردن به فضاحت بارترین حالت ممکن، دست راست و پای چپ آنها بریده شود. اینها را که در خیابان تظاهرات مسلحانه می کنند دستگیر شوند و در کنار دیوار همان جا آنها را گلوله بزنند. از نظر اصول فقهی لازم نیست به محاکم صالح بیاورند، برای اینکه محارب بودند. اسلام اجازه نمی دهد که بدن مجروح این گونه افراد باقی به بیمارستان برده شود، بلکه باید تمام کش شود. حتی اگر زیر تعذیر آنها جان هم بدهند کسی ضامن نیست، که این فتوای امام است. این جملات از آخوند جنایتکار محمدی گیلانی، قاتل بیشمار مجاهد خلق است، که در کیهان 29 شهریور سال 60 به چاپ رسید. سردشخیم دادگاه‌های ارتجاع که نشان بالاترین افتخار نظام ولایت فقیه را از رئیس جمهور وقت رژیم دریافت کرد و در تیر ماه امسال به درک واصل شد. صفاکی خونخوار که پدر خونی مجاهدین شهید کاظم و محمد مهدی بود، اما برای خوشامد خمینی با شقاوتی بیمانند حکم اعدام فرزندان مجاهدش را صادر کرد. امروز می‌خواهیم به فراگیری درسی آموزنده از آن دلیران راه آزادی کاظم و محمد مهدی محمدی گیلانی بنشینیم که در حیات مبارزاتیشان خصم هر گونه جنایت زیر پرده دین بودند و از چنین ابتلای سختی در زندگی پر افتخار خیش سرفراز بیرون آمدند و سازندگان یکی از صحنه‌های پرشور حماسی تاریخ انقلاب نوین مردم ایران شدند. کاظم دانشجوی سال چهارم رشته ریاضی و محمد مهدی دانشجوی جغرافیا از دانشگاه تربیت معلم و از مؤسسان و هسته های اولیه انجمنهای دانشجویی هوادار مجاهدین بود. هر دو برادر از زمان شاه در حرکت های سیاسی و مبارزات دانشجویی فعالیت داشتند. مهدی از زندانیان سیاسی رژیم شاه بود که بعد از انقلاب همچنان به مجاهدت خود ادامه داد و در تاریخ 25 مرداد 1361 در جریان درگیری با پاسداران مزدور خمینی در جاده سلماس ارومیه به شهادت رسید. کاظم قبل از انقلاب همراه با تنی چند از یارانش ضمن تشکیل گروهی کوچک به تکثیر و توزیع اعلامیه‌ها و نشریات سازمان می‌پرداخت. او با مجاهدین شهید محمد علی مهدوی و عبدالمجید فرزانسا که از هم دانشکده‌هایش بودند ارتباط داشت. پس از پیروزی قیام و تشکیل ستادهای علنی مجاهدین خلق، کاظم به سازمان پیوست و سپس به همراه مجاهدین شهید عبدالمجید فرزانسا و خلیل مقدم طاهری در جهت تشکیل انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه تربیت معلم تلاش زیادی کرد. از تابستان سال 58 او فعالیت خود را در نهاد دانش آموزی سازمان تحت مسئولیت مسئولینی چون مجاهدین شهید فرمانده محمد مقدم و فاضل مصلحتی آغاز کرد. کاظم مسئولیت سازماندهی و آموزش دانش آموزان برخی از مناطق تهران از جمله مناطق شرق و جنوب را به عهده داشت و به خوبی توانست مسئولیت خود را در این رابطه به انجام برساند. از اواسط سال 59 مسئول امنیتی نهاد دانش آموزی در شورای نهاد را به عهده گرفت و پس از چندی در بخش حفاظت سازمان شروع به فعالیت کرد. بعد از 30 خرداد 60 کاظم مسئولیت تیم حفاظت یکی از اعضای مرکزیت سازمان را به عهده داشت. او علاوه بر مسئولیت‌های اخص نظامی امنیتی، مسئولیت کل پایگاه را نیز بر عهده داشت و با همه جانبه‌نگری و توان تشکیلاتی بالای خود به خوبی از عهده انجام مسئولیت‌های سنگین خود در این رابطه برآمد. برادر بزرگتر کاظم و محمد مهدی، جعفر محمدی گیلانی نیز عضو سازمان مجاهدین خلق بود که پس از سقوط شاه بر اثر تصادف اتومبیل به شهادت رسید. دو برادر مجاهد کاظم و محمد مهدی محمدی گیلانی بعد از مصاحبه رادیو و تلویزیونی سردشخیم خمینی، پس از اعدام‌های ناجوانمردانه فردای 30 خرداد 60 که در آن حکم با وقاحت تمام همچون سلف خوناشامش شریح قاضی
کشتار مجاهدین به اتهام خروج بر امام جنایتکاران را صادر کرد، اطلاعیه‌ای صادر نمودند و در اوج پاکی و آزادگی با این دشقیم مرتجع انزجار و صفندی انقلابی خود را اعلام کردند. آنها درسی زنده و ماندگار از خود به جای گذاشتند، تا جایی که اگر هر آزادی خواهی